با سلام به شما بینندگان عزیز به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. در اعتراض به اعدام ده ها زندانی در زندان قزلحصار کرج زندانیان واحد دو این زندان دست به اعتصاب قضا زدند به گزارش هرانا ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران در دو هفته اخیر قریب به چهل و چهار تن از زندانیان محکوم به اعدام محبوس در واحد دو زندان قزلحصار کرج در گروه های یازده نفره جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شدند علی گلیارانی، یوسف فاخته، منصور یادگاری و دو نفر با نام کوچک سلام و بهنام اسامی پنج تن از این اعدامیان است. در پاییز سال گذشته نیز اعتصاب هزاران زندانی اعدامی قزل موجب موجبان شد که حدود شش ماه مسئولان اجرای حکم مسئولان اجرای حکم اعدام در این زندان را متوقف کنند. پدر سراج میردامادی با بیان اینکه فرزندش در زندان جای خواب ندارد میگوید که انتظار خانواده او تبرعه و آزادی این روزنامه نگار بود و چنین حکمی را قبول ندارند وی گفته پسرش در اتاقی قرار دارد که سی نفر در آن نگهداری میشوند که اکثرا دزد و قاچاقچی هستند سراج میردامادی روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب از سوی دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تعذیری و دو سال ممنوع خروجی از کشور محکوم شده است حسین میردامادی میگوید که حکم دادگاه تجدید نظر فرزندش بیش از, پیش از یک ماه پیش صادر شده بوده اما قاضی از ابلاغ حکم خودداری میکرد پدر سراجدین میردامادی دایی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است قلام حسین محسنی اجهی سخنگوی قوه قضایی اعلام کرد که امکان عفو سحیل عربی در حال حاضر مطرح نیست و او به عنوان مفسد فل ارز حکمش صادر شده است با این همه غلام حسین محسنی اجهی اشاره کرد که در مورد حکم اعدام سحیل عربی درخواست اعاده دادرسی شده است که پروندهش دوباره بررسی شود پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که حکم اعدام آقای عربی در شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی تایید شده است سویل عربی روز هشتم شهری بر ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی به اعدام محکوم شد محمد علی موحدی کرمانی ام امام جمعه موقت تهران گفته است که علی خامنه ای فتنه 88 را فراموش نمی کند زیرا باید جلوی تکرار این عمل را گرفت در همین راستا اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب معتلفه نیست از این دو رهبر جنبش سبز خواسته به جای درخواست محاکمه توبه کنند چرا که اگر دادگاهی تشکیل شود حکم آنها اعدام خواهد بود این عضو معترفه ای اسلامی همچنین افسوده موسوی و کروبی باید خونبه های کشته شدگان حوادث سال 88 را بدهند خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ایران تحت توافق موقت اتمی با قدرت‌های جهانی مقدار بیشتری از اورانیوم غنی شده خود را به سوخت راکتور تبدیل می‌کند. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا از یک نظرسنجی خبر داد که طی آن 81 درصد پاسخگویان تهرانی تمدید مذاکرات هسته ای را سودمند و 19 درصد مزر دانستند. ایران بر مبنای توافق شش ماهه ژنو که سوم آذر سال 1392 به دست آمد، پذیرفت که ذخایر اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را یا رقیق کرده و یا به میله سوخت تبدیل کند. به دنبال تمدید این توافق برای چهار ماه دیگر در تیر ماه امسال، ایران پذیرفت که 25 کیلوگرم دیگر از اکسید اورانیوم بیشتر غنی شده خود را به سوخت هسته‌ای تبدیل کند. این میزان یک چهارم از ذخایر کلی اکسید اورانیوم ایران بود. منبع دیپلماتیکی که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده افسوده است بر مبنای تمدید هفت ماهه مذاکرات هسته ای ایران با پنج به علاوه یک که در سوم آذر امسال به دست آمد جمهوری اسلامی قبول کرده که هر ماه 5 کیلوگرم دیگر از ذخایر اکسید اورانیوم خود را به سوخت هسته ای تبدیل کند رویترز همچنین به نقل از یک مقام رسمی آمریکا گزارش داده که یک بار تبدیل اکسید به صفحات سوخت برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران کار جمهوری اسلامی را برای استفاده مجدد از آن در تولید سلاح هسته‌ای واقعا دشوارتر و زمان برتر می کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی آبان ماه اعلام کرد که ذخایر اورانیوم 5 درصد غنی شده ایران به 8 ممیز 4 تن رسیده است. هرچند رویترز بعدا گزارش داد که آژانس در گزارش دیگری این رقم را اصلاح و آن را 8290 کیلوگرم عنوان کرده است. میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از جمله موضوعاتی است که در مرکز بحث و گفتگوها در مورد برنامه اتمی تهران قرار دارد. ایران، آمریکا، بریتانیا فرانسه، آلمان، چین و روسیه یک سال بعد از توافق ژنو تصمیم گرفتند مذاکرات خود را برای پایان دادن به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هفت ماه دیگر ادامه دهند. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، خبرگزاری دولتی ایرنا از یک نظرسنجی تلفنی بعد از تمدید مذاکرات از شهروندان تهرانی خبر داد. بر اساس این گزارش ایرنا نوشت نتایج تازه ترین نظرسنجی اداره کل پژوهش و بررسی های خبری ایرنا از شهروندان تهرانی نشان می دهد که 81 درصد پاسخگویان دیدگاه مثبت نسبت به تفاهم وین و تمدید گفتگوهای هسته‌ای دارند و این تمدید را به نفع ایران می دانند. بر پایه این نظرسنجی که در سطح مناطق 22 گانه تهران انجام شده است، تنها 19 درصد از پاسخگویان این تفاهم را به ضرر ایران می دانند. در نظرسنجی ایرنا که در روزهای چهارم و پنجم آذرماه انجام گرفت از پاسخگویان خواسته شد در مورد چشمانداز این مذاکرات در آینده نظر خود را اعلام کنند که 79 درصد آن را مثبت و 21 درصد منفی دانستند. در این نظرسنجی آمده است 29 ممیز 6 درصد از تیم مذاکره کننده خواستند که از حقوق ملت دفاع کند. 9 ممیز 3 دهم ده درصد خواستند که تیم مذاکره کننده در مذاکرات انعطاف پذیر باشند تا حدی که به منافع ملی آسیب نرسد. دو ممیز 8 درصد اعلام کردند که مردم از تیم مذاکره کننده همواره حمایت می کنند. یک ممیز 9 درصد اظهار کردند که مذاکره نکنند چون بیفایده است. گفته شده است که 59 ممیز یک دهم درصد پاسخگویان در این نظرسنجی مرد و چهل ممیز 9 درصد زن بودند. همچنین از نظر سنی جوانترین فرد 19 سال و پیرترین فرد 83 سال دارد و میانگین سنی پاسخ خویان 45 و نیم سال بوده است. بسیاری از کارشناسان و محققان نظرسنجی های حکومتی را به دلیل جهتدار بودن آنها فاقد اعتبار می دانند. دولت عراق اعلام کرد که پنجا هزار سرباز در ارتش این کشور وجود دارد که نام آنان با هدف کلاهبرداری کلان در سیستم گنجانده شده است در همین راستا پارلمان عراق در بیانیه اعلام کرد که این تعداد نام جعلی تقریبا معادل چهار لشکر ارتش عراق است سخنگوی هیدرال عبادی نخست وزیر عراق گفته تحقیق در این مورد از سرشماری کامل در روند پرداخت حقوق صورت گرفت یک افسر ارشد ارتش عراق نیز در این باره گفته مشکل این است که فرماندهی ای که این کار را می کند باید برای حفظ سمت خود به فرماندهان ارشد خود نیز رشوه های کلان بدهد خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خبری خود در محافل امنیتی لبنان از بازداشت یکی از همسران و یک پسر ابو بکرل بغدادی رهبر گروه تروریستی دولت اسلامی خبر داده است. نمایندگان ارتش لبنان در بیروت امروز سهشنبه ضمن تایید این خبر از ذکر نام و ملیت زنی که یکی از همسران ابو بکرار بغدادی عنوان شده خودداری کردند همسر و یک پسر بغدادی چند روز پیش از این تاریخ هنگامی که قصد داشتند خاک سوریه را ترک کنند توسط ارتش لبنان دستگیر شدند همسر بغدادی قصد داشته با گذرنامه جلی وارد خاک لبنان شود او پس از بازداشت برای بازجویی به وزارت دفاع این کشور در بیروت منتقل شده است. قانونگذاران فرانسوی برای بحث درباره لایحه ای آماده می شوند که از دولت پاریس خواهد خواست فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد. برخی از یهودیان در مخالفت با این تر امروز در مقابل پارلمان تظاهرات کردند. پارلمان بریتانیا پیشتر در, در یک رأیگیری نمادین کشور مستقل فلسطین را با اکثریتی قاطع به رسمیت شناخت محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس و جزئیات بیشتر تا لحظاتی دیگر اینجا در مجلس شورای ملی فرانسه مسئله به رسمیت شناختن کشور فلسطین به شور گذاشته خواهد شد روز جمعه در پارلمان اروپا در استراسبورگ این موضوع مطرح شد نه در اتحادیه اروپا در بروکسل بلکه در پارلمان اروپا در استراسبورگ به این دلیل که پیشتر سوئد به عنوان مبتکر و بعد کشورهای اسپانیا و بریتانیا و ایرلند هم این مسئله رو در مجلس مطرح کردند روز جمعه آقای فابیوس در همین محل در مجلس وقتی راجع به این موضوع صحبت میکرد از سوی تمام نمایندگان مجلس از تمام تفکرات مورد تشویق قرار گرفت وقتی که گفت که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد فرانسه این مسئله رو به عنوان یک وظیفه انجام خواهد داد جالب است که برخی از نمایندگان چپ افراطی میگویند به رسمیت شناختن فلسطین از سوی مجالسی که قدرت قانونی نداره بلکه سازمان ملل است که باید تعیین کند کار مثبتی نیست فلسطینی ها رو بیخودی خودی خوشبین خواهد کرد و اسرائیلی ها رو ناراضی و مذاکرات متوقف خواهند شد البته میدونیم که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی نشست سازمان ملل این موضوع دوباره مطرح خواهد شد. آنچه که امروز در مجلس شورای ملی در پشت سر من خواهد گذشت نوعی رای است در ابتکار حزب سوسیالیست فرانسه هفته آینده کمی دورتر 500 متر دورتر در مجلس سنا این موضوع به بحث گذاشته خواهد شد جالبه که آقای فابیوس که خودش یک فرد یهودی است با چنان اصراری در این موضوع صحبت می کند که نه برای فرانسویان که جای تعجبی نداره بلکه پاسخید برای آنهایی که آقای فابیوس رو متهم به جانبداری از دولت اسرائیل می کنند. پاریس تلویزیون ایران فردا غلام حسین قیب پرور فرمانده سپاه استان فارس گفته است که مشکلات کشور ناشی از عملکرد حلقه نخست جمهوری اسلامی که علی خامنه ای در رأس آن قرار دارد نیست. قیب پرور افزوده خیال همه درباره این حلقه که نعمتی خدادادی محسوب می شود راحت است و باید قدر آن را دانست. و این مشکل اصلی ای کشور را حلقه میانی و یا همان مدیران و مسئولانی دانسته که برخی از آنها تصور می کنند مشکلات با گدایی کردن از خارجی ها برطرف می شود اشاره این فرمانده سپاه به سیاست خارجی دولت روحانی است که با انتقاد محافظ تندرو تند رو مواجه است رئیس شورای سیاست گذاری جمعه کشور گفت در برخی از مسائل فرهنگی نباید حساسیت بیش از حد به خرج داد رضا تقوی افزود در مقوله پوشش اصل بر هجاب است و در نوع هجاب نباید خیلی سخت گیری کرد وی با اشاره به اینکه مسائل فرهنگ عمومی از اعتقادات شخصی باید جدا باشد تصریح کرد برخی ها بر این اساس با مردم برخورد می کنند و جای تاسف است که این, نوع برخورد ها به نام نظام تمام می شود وی از امامان جمعه خواست تا از ایراد سخنان تند و استراب افسا بپرهیزند به نظر میرسد به دنبال ماجراهای اسید پاشی ها و نیز حمله یک بسیجی با چاقو به زنانی که جمهوری اسلامی آنها را بد هجاب میخواند این مقام ایرانی با سخنان خود در صدد تلطیف ماجرا برآمده است به فاصله کمتر از یک روز از صدور مجوز گران کردن قیمت نان توسط دولت نرخ این کالا در برخی نقاط ایران صد درصد گران شده است یک منبع آگاه به سایت تاپناک گفت آنچه این افزایش نرخ را رقم زده اقدامی است که دولت مردان به طور موازی با مجاز خواندن افزایش نرخ نان در دستور کار خود قرار دادند و نانوایان را مجبور کردند که برای جلوگیری از ضرری که ممکن است متحمل شوند رأسا برایش تدبیری بیاندیشند یک کارشناس اقتصادی میگوید اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها در دستور کار دورت قرار گرفته اما ارادهای برای حذف یارانه بگیران ثروتمند وجود ندارد برخی نمایندگان مجلس معتقدند زمینه اجرای فاز سوم هنوز فراهم نیست زمزمه های آغاز فاز سوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در حالی به گوش می رسد که دولت همچنان به راهکاری برای پالایش یارانه بگیران و حذف دهک های پردرآمد دست نیافته است. دولت یازدهم هم وعده داده بود در فاز دوم که اردی ماه امسال آغاز شد افراد ثروتمند را از فهرست یارانه بگیران حذف کند. این اتفاق تا کنون رخ نداده و دولت برای عملی کردن آن ملاحظاتی دارد. مطابق برآوردهای خبرگزاری ایسنا از میزان یارانه های پرداختی در نیمه اول سال شمار یارانه بگیران از ابتدای پاییز از مرز 76 میلیون نفر گذشته است. دولت در شش ماهه نخست سال 20700 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرد. به گفته محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس، کسری منابع دولت برای پرداخت این میزان یارانه هر ماه حدود 800 میلیارد تومان بوده است. حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی احتمال میدهد عدم حذف یاران بگیران ثروتمند ناشی از نگرانی از دست رفتن محبوبیت دولت در میان شهروندان باشد راغفر با انتقاد از ناتوانی دولت در گرفتن تصمیم‌های جدی و اساسی به سایت خبری فرارو گفته است به نظر می رسد دولت ساده ترین ولی پرهزینه ترین راه را برای اقتصاد کشور دنبال می کند و این یک خطر بسیار جدی است. علی نیا وزیر اقتصاد و دارایی فروردین ماه امسال در صحن علنی مجلس اعلام کرد ده میلیون پر درامت در کشور شناسایی شدند و اگر برای دریافت یاران نامنویسی هم کنند حس می شوند. شش ماه پس از این سخنان اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعتراف کرد هنوز نتوانستیم به راهکارهایی برای شناسایی افراد نیازمند و غیر نیازمند از دریافت یاران دست یابیم. آقای راغفر معتقد است راه حل این مشکل با شناسایی افراد نیازمند بسیار ساده خواهد بود به گفته او با در نظر گرفتن خط فرق در ایران حد اکثر جمعیتی که استحقاق دریافت یارانه را دارند 30 میلیون نفر هستند و به عبارت دیگر یارانه نقدی به 47 میلیون نفر تعلق نمی گیرد. احتمال می رود دولت در صورت اجرای فاز سوم قانون هدفمندی با افزایش بهای حامل های انرژی قصد جبران کسری پرداختی یارانه های نقدی را داشته باشد. غلام علی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به زمزمه های آغاز فاز سوم هدفمندی در سال آینده این کار را غیر منطقی خواند و به دولت توصیه کرد به جای افزایش درآمد به فکر کاهش هزینه ها از طریق حذف قشرهای مرفه مرفع از دریافت یارانه نقدی باشد علیرضا پورفرج استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تباتبایی به دولت پیشنهاد می کند در فاز سوم ضمن افزایش 10 تا 15 درصدی بهای حاملهای انرژی حذف یاران بگیران ثروتمند را به طور جدی پیگیری کند. آقای پورفرج در گفتگو با خبرگزاری ایسنا احتمال می دهد که تعلل دولت در حذف بخشی از یاران بگیران به علت ملاحظات سیاسی و مرتبط با انتخابات مجلس دهم ده باشد. چنانچه ملاک قانون هدفمند کردن یارانه ها مسبب مجلس شورای اسلامی باشد هم دولت قبلی و هم دولت کنونی بخشهایی از این قانون را نادیده گرفتند و بخش دیگری را نقض کردند مطابق ماده یک این قانون دولت موظف است قیمت بنزین و گازوئیل را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه پنجم توسعه سال 94 کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس نباشد با توجه به کاهش شدید ارزش ریال به ویژه در دو سال آخر دولت محمود احمدی نژاد بهای سوخت در ایران اگرچه افزایش یافته اما با در نظر گرفتن قیمت دلار و بهای بنزین در خلیج فارس ارزانتر نیز شده است مطابق ماده 7 نیز دولت مجاز بوده حداکثر 50 درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را صرف یارانه های نقدی و برنامه های دیگری چون توسعه خدمات درمانی مقاوم سازی مسکن و اشتغال کند این در حالی است که از ابتدای اجرای این قانون حتی بیش از درآمدها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است اقدام خلاف قانون دیگری که در دولت قبلی و کنونی انجام شده و می شود پرداخت یارانه مساوی به همه است. بند الف ماده هفت تصریح کرده که گرانی نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار پرداخت شود. یکی از اعضای داعش تایید کرد که اورانیوم ناپدید شده از دانشگاه موسل عراق در دستان هاست و با آنها بمب ساخته شده است در ژوئیه گذشته دولت عراق به سازمان ملل اعلام کرد که تروریست های داعش در جریان حمله به موسل از دانشگاه این شهر حدود چهل کیلوگرم اورانیوم به که کاربرد صنعتی داشته رو بوده است اکنون پس از چند ماه یک عضو داعش تایید می کند که این مواد رو بوده شده را او رو بوده و ادعا می کند که داعش با این مواد بمب ساخته است یکی از عناصر داعش اعلام کرده ممکن است این بمب برای نابودی لندن پایتخت انگلیس به کار برود در نامه‌ای که محمد علی الحکیم نماینده دائم عراق در سازمان ملل روز هشتم جولای خطاب به بانکیمون دبیرکل این سازمان نوشته آمده است مواد اتمی رو بوده شده از دانشگاه موسل در واقع ترکیباتی از اورانیوم است که برای انجام تحقیقات صنعتی در این دانشگاه نگهداری می شده اما تروریست ها پس از کنترل بر این منطقه آن را به دست آورده و می توانند از آن به عنوان سلاحی با قاطعی با قابلیت تخریب بالا استفاده کنند ادوارد اسنودن همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا به همراه چهار شخصیت دیگر برنده جایزه نوبل آلترناتیو 2014 شد. آی اسنودن که به روسیه پناهنده شده امکان شرکت در مراسم دریافت جایزه نوبل آلترناتیو را نداشت و از راه ویدو به طور مستقیم ناظر این مراسم بود. پدر اسنودن و وکیل آلمانی او در این مراسم حضور داشتند. اعضای کمیته انتخاب در توضیح اهدای این جایزه معتبر اعلام کردند که ادوارد اسنودن با جسارت و مسئولانه از شنود و کنترل بیسابقه دولتی که نقص کننده ی حقوق اولیه فرایندهای دموکراتیک دموکراتیک و قانون اساسی است پرده برداشته است ادوارد اسنودن با افشاگری هایش در مورد جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا از شهروندان و دولت ها در تابستان سال 2013 به خبرسازترین چهره در جهان تبدیل شد و بحث های گسترده ای را در این رابطه دامن زد در پی سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ترکیه دو کشور دو کشور از افزایش 70 درصدی مبادرات تجاری خود تا سال 2023 خبر دادند ترکیه دومین شریک تجاری روسیه است اما رقم مناسبات گسترده تجاری در مورد تحولات سیاسی منطقه دو کشور دارای اختلافات دیدگاه هستند بهنام بختیاری از ترکیه گزارش میدهد یکی از مهمترین امیدواری های ترکیه در سفر ولادیمیر پوتین به این کشور خرید گاز ارزانتر از روسیه هستش ترکیه نیمی از 5 میلیارد متر مکب گاز مصرفی خودش رو از روسیه خریداری میکنه این موضوع زمانی اهمیت دوشندان داره که باید اشاره بکنیم همین الان ترکیه با ایران بر سر واردات گاز اختلافات عمده ای دارن ترکیه معتقد ایران گاز صادراتی خودش رو بالاتر از میانگین قیمت جهانی در اختیار این کشور قرار میده حتی در این باره از سوی ترکیه به دیوان بین المللی داوری طرح دعوا شده همین چند روز پیش هم روزنامه زمان ترکیه خبر داده بود که رأی اولی دادگاه به نفع ایران بود از این جهت می‌بینیم خرید گاز ارزان‌تر برای ترکیه خیلی حیاتی هستش اما ولادیمیر پوتین روز دوشنبه ابتدا در پنجمین اجلاس شورای عالی همکاری دو کشور شرکت کرد در این اجلاس قرارداد پیش بینی کننده افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف 100 میلیارد دلار به امضا رسید قرار است تا سال 2023 دو کشور به این رقم برسن در حال حاضر میزان مبادلات تجاری دو کشور حدود 30 میلیارد دلار هستش اما مسئله دیگه صحبت از ساخت یک نیروگاه اتمی برای ترکیه است همینطور در خصوص صادرات گاز پوتین اعلام کرد از اوایل جامعه یعنی حدود یک ماه دیگه روسیه 6 درصد در قیمت گاز صادراتی خودش به ترکیه تخفیف میده خبر نسبتا خوشایندی برای ترکیه در این باره هستش اما پس از این نشست رؤسای جمهور دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردم فرصتی هم پیش اومد به رویدادهای سیاسی منطقه پرداخته بشه از جمله آقای اروغان در مورد تحولات سوریه گفت که طی چهار سال گذشته در مورد عملکرد رژیم اسد که قاتل انسان هاست با روسیه گفتگوهای زیادی داشتیم اما آقای پوتین نقطه نظرات متفاوتی داره او گفت که البته در زمینه حل مسئله سوریه آقای پوتین هم فکر هستن فقط در رابطه با نحوه اون مشکل وجود داره آقای ارغان گفت که این نگرانی که اگر اسد برود چه خواهد شد برداشت اشتباهی هستش و برای حل مسئله باید با ابعاد انسانی و وجدانی و ایجاد یک پلتفرم مشترک کار رو به نتیجه برسونیم گفتگوهای دو کشور پیرامون سوریه درست در روزی صورت گرفت که در همین روز برنامه خاروبار جهانی اعلام کرد کمک های خودش به یک میلیون و هزار آواره سوری رو به دلیل کمبود امکانات مالی از روز دوشنبه متوقف کرده بر روی اگرچه دو کشور در ابعاد سیاسی به در مورد تحولات منطقه از جمله بحران سوریه دارای اختلاف دیدگاه هستند اما هدف عمده این سفر موضوع انرژی و افزایش مبادلات تجاری بود که زیر سایه این اختلافات سیاسی به نظر برای دو کشور این سفر با موفقیت همراه بوده رسانه های کار با دفاع از تخریب بزرگترین خانه شهر تهران از مقام های جمهوری اسلامی به خاطر تعلل در تخریب ساختمانها و نشانه های بهاییت و حکومت پهلوی انتقاد کردند. این رسانه از تخریب قریب الوقوع این خانه حمایت کرده و آن را ساختمان مرکزی بهاییت معرفی کردند. محافظ مالک این خانه یعنی حبیب ثابت را محور اقتصاد بهاییت در دوران پهلوی معرفی کردند این رسانان نوشتند به کار بردن عباراتی همچون کاخ ورسای ایران برای این خانه تنها بهانه‌ای برای مهم جلوه دادن آن با هدف جلوگیری از تخریب است در چند روز گذشته گزارش های مبنی بر تخریب قریب الوقوع بزرگترین خانه در تهران منتشر شد که قرار است برجی نه طبقه با کاربردی تجاری اداری و مسکونی به جای آن ساخته شود. علی لاریجانی در خصوص تقابل دولت با مجلس گفت: برایند مجلس حمایت از دولت است و باید مجال دهیم و حمایت کنیم تا کارهای دولت پیش برود. وی افزود: مجلس با دولت اختلاف اساسی ندارد و در مسائل مهم کشور تعامل وجود دارد. رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است گفت: مسئله اقتصادی کشور بسیار مهم است و باید برای آن علاج پیدا شود حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که کمیسیون ماده ده احزاب در نشست خود به حزب ندای ایرانیان مجوز فعالیت داده است گروهی از اصلاح طلبان با نگاه انتقادی به عملکرد کرده اصلاح طلبان در سال 1388 حزب ندای ایرانیان را تشکیل دادند گفته می شود این حزب با چراغ سبز علی خامنه ای تشکیل شده حزب ندای ایرانیان از کمیسیون ماده ده احزاب مجوز فعالیت گرفت شهابدین تبا طب تبایی عضو هیئت مؤسس حزب ندای ایرانیان در این باره به سایت ندای ایرانیان گفته است امروز سهشنبه اطلاعیه اعلام موجودیت حزب را صادر می کنیم و دفاتر استانی ما نیز بعد از این اطلاعیه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد به تشکیل مقدمات برگزاری کنگره این حزب را اولویت کاری آن دانست و گفت قرار است نخستین کنگره سراسری ندای ایرانیان بهمن ماه برگزار شود همچنین بهروز شجاعی مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات حزب ندای ایرانیان گفت به زودی مرامنامه حزب منتشر می شود و یک نشست خبری برنامه های آتی حزب را تشریح خواهیم کرد. در پی رویدادهای سال 88 و اعتراضات خیابانی پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بسیاری از چهرههای اصلاح طلب که در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت می کردند بازدار شدند و فعالیت دو حزب اصلی آنها جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی دستگاه قضایی ممنوع اعلام شد با روی کار آمدن دولت حسن روحانی گروهی از اصلاح طلبان با نگاه انتقادی به عملکرد اصلاح طلبان در سال 88 و تند رو خواندن اعتراضات آن سال در مرداد ماه سال جاری ندای ایرانیان را تشکیل دادند. ندا مخفف عبارت نسل دوم اصلاح طلبان است اما برخی از مؤسسان آن میگویند قصد استفاده از چنین نامی را ندارند. بیشتر اعضای این حزب عضو گروه های اصلاح طلب ممنوع شده بودند و صادق خرازی نماینده سابق ایران در سازمان ملل نخستین دبیر کل این حزب به شمار می رود. هیئت مؤسس این حزب در نخستین بیانیه خود اعلام کرده که یکی از استراتژی های آنها دوری جستن از نگرش های مبتنی بر تحریم و رکود سیاسی است. آنها ضمن مخالفت با روش هایی که امکان ایجاد تنش و نزاع نسبت به آن وجود دارند نوشتند چنین روش هایی نه تنها کمکی به دموکراسی نمی کند بلکه به دلایل فراوانی به سرعت موجب تعطیل شدن سیاست ورزی قانونی و انصداد در فضای سیاسی و حوزه عمومی می شود و نتیجه آن چیزی نیست جز هرچه بیشتر به محاق رفتن آزادی و دموکراسی سایت جام نیوز نزدیک به اصولگرایان در آن زمان نوشت هسته مرکزی این حزب متشکل از دوازده نفر است که به جز صادق خرازی کسانی چون سجاد سالک، شهاب تبا تبایی، داوود روشنی و سعید نور محمدی از اعضای جبهه مشارکت و حسن یونسی فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی از اعضای آن هستند. حادیه هیدری عضو جبهه مشارکت و حجت شریفی عضو سازمان دانشان مختگان ایران ادوار تحکیم وحدت از دیگر اعضای هیئت مؤسسه ندای ایرانیان بودند که از سمت خود استفاده دادند هادی هیدری در ابتدا سخنگوی این حزب بود گفته می شود زمستان گذشته صادق خرازی در چند ملاقات با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره درخواست فعالیت این حزب با او گفتگو کرده است خواهر صادق خرازی همسر مسعود خامنه ای فرزند خامنه ای است بخشی از اصلاح طلبان با روی کرده حزب ندای ایرانیان مخالفند و آنها را به دلیل آنچه نادیده گرفتن جنبش سبز در سال 88 می دانند مورد انتقاد قرار دادند. در سوی دیگر گروهی از اصولگرایان نیز فعالیت این حزب را پوششی برای ادامه فعالیت های جبهه مشارکت و دیگر گروه های اصلاح طلب می دانند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل کمبود مالی از اول دسامبر دیگر قادر نیست به آوارگان سوری غذا برساند با توجه به شروع فصل زمستان دو میلیون آواره سوری در خطر سرمازدگی و گرسنگی قرار دارند برنامه جهانی خاربار اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه کمک غذایی به یک میلیون و هفتصد هزار پناهنده سوری را در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، این نهاد سازمان ملل در بیانیه ای گفته است بدون کمک های برنامه جهانی خاربار بسیاری از خانواده ها گرست نمی مانند. پیامدهای توقف این کمک ها برای پناهندگانی که با سرمایه طاقت فرسای زمستان روبرو هستند فاجعه بار خواهد بود. برنامه جهانی خاربار برای ادامه حمایت از پناهجویان سوری در ماه دسامبر به 64 میلیون دلار نیاز دارد. تعلیق کمک های غذایی به پناهجویان همزمان با شروع چهارمین زمستان سرد و زندگی در شرایط دشواری است که این خانواده ها با شروع جنگ داخلی سوریه در مارس 2011 با آن روبرو شدند. پیامد توقف کمک های سازمان ملل ممکن است به ویژه در لبنان بدتر از سایر کشورها باشد. بنا به آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بیش از یک ممیز یک میلیون آواره سوری که برابر با یک چهارم جمعیت ثابت لبنان است در 1700 شهر و روستا در نواحی مختلف این کشور پراکنده هستند. بسیاری از آنها در اردوگاه های موقت، انبارها، گاراش ها و ساختمان های نیمه کار زندگی می کنند. سازمان ملل متحد پیشتر از طریق توضیع کپون های الکترونیکی که در فروشگاه های, های میزبان اعتبار دارند، 800 میلیون دلار به پناهجویان سوری کمک کرده بود. برنامه جهانی خاربار گفته است به محض دریافت بودجه کافی کمک های خود را بلافاصله از سر می گیرد. رویترز در ادامه این گزارش می نویسد هنوز روشن نیست پناهجویان سوری چگونه خلای کمک های سازمان ملل را پر خواهند کرد. برنامه جهانی خاربار ماه گذشته هشدار داده بود که ممکن است مجبور شود این کمک ها را به حال تعلیق درآورد. این نهاد افسوده بود که در ماه ژانویه نیز ممکن است مجبور شود تدابیر مشابهی را در مورد آوارگان سوری در خود این کشور اجرا کند. دست کم هفت ممیز 6 میلیون سوری در داخل این کشور بی خانمان شدند. این نهاد کپانهای بیش از چهار میلیون نفر از کسانی را که در سوریه به کمکهای غذایی این سازمان وابسته هستند قطع کرده است. الیزابت برس سخنگوی برنامه جهانی خاربار به رویترز گفت بدون دریافت کمک های مالی بیشتر برنامه جهانی خاربار در ماه فوریه قادر نخواهد بود عملیات بشردوستانه خود را در سوریه ادامه دهد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است به دلیل کمبود منابع مالی این سازمان مجبور است که کمک رسانی خود را اولویت بندی کند. بر اساس این گزارش با توجه به فصل سرما این کمک ها در درجه اول در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که ساکن مناطق کوهستانی و ارتفاعات سردسیر هستند و یا به گروه های آسیب پذیر از جمله نوزادان داده خواهد شد. از آغاز بحران سوریه در سه سال پیش بیش از دو ممی سه میلیون نفر از سوریها ها به کشورهای دیگر فرار کرده و هفت ممی شش میلیون نفر از آنها نیز در داخل این کشور آواره شدند. روز گذشته انفجار گلوله خمپاره باقی مانده از زمان جنگ ایران و عراق در یکی از روستاهای سرپل زهاب به نام دستک الیا باعث کشته شدن مادر و فرزند و زخمی شدن فرزند دیگر شد حال این کودک وخیم گزارش شده است پیشتر مسئولان در منطقه مزبور جشن پاکسازی برگزار کرده بودند و اعلام کرده بودند که این منطقه کاملا پاکسازی شده به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار Use Iran to its advantage and solve <laughs>